سلام دوستان عزیز، به یک دیگر از ویدیوهای خبری ما خوش آمدید. تلاش ناکام 500 مهاجر برای عبور از مرز ترکیه و ترکیه مرزهای زمینیش را با یونان و بلغاری مسدود کرد. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید و اگر در کانال یوتیوب ما جدید هستید برای حمایت ما سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید. در مرز ترکیه و یونان شب چهارشنبه باز هم میان مهاجران و نیروهای مرزی یونان درگیری صورت گرفت. حدود 500 مهاجر تلاش کردند که حصار مرزی را بشکنند و وارد یونان شوند، اما نیروهای امنیتی مانع ورود آنها شدند. پلیس یونان برای عقب زدن این مهاجران در گذرگاه مرزی کاستانیز از گاز اشکاور کار گرفت. نیروهای امنیتی این کشور گفتند که مهاجران اولی ساعت 2:30 شب چهارشنبه اقدام به شکستن حصار مرزی کردند و این درگیری 2 ساعت طول کشید. به گفته آنها نیروهای ترکیه نیز از گاز اشکاور استفاده کرد. هم حدود 2000 مهاجر در منطقه مرزی ترکیه و یونان به سر میبرند تا بتوانند وارد یونان شوند. در اواخر ماه فوریه، زمانی که رجب طیب اردوغان اعلام کرد مرزهای کشورش به جانب اتحادیه اروپا را برای پناهجویان باز میکند، هزاران مهاجر روانه منطقه مرزی شدند. چند روز بعد از آن ده ها هزار مهاجر به منطقه مرزی رسیدند. حادثه شب چهارشنبه ساعت بعد از آن اتفاق افتاد که رهبران کشورهای ترکیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا در یک کنفرانس ویدیویی راجع به بحران مهاجران صحبت کردند. اتحادیه اروپا گفته است که به توافقنامه سال 2016 مهاجرت با ترکیه پابند میماند. بر اساس این توافقنامه، ترکیه در بدل به دست آوردن کمک‌های پولی مانع ادامه سفر مهاجران به سمت اتحادیه اروپا می‌شود و مهاجران برگشت داده شده از یونان را پس می‌گیرد. و خبر دیگر، ترکیه اعلام کرد که به منظور جلوگیری از انتقال ویروس کرونا مرزهای زمینیش با یونان و بلغاریا را مسدود میکند. ترکیه در 28 فوریه گذشته مرزهای غربی این کشور را به سوی اروپا باز کرد و باعث شد هزاران مهاجر به امید رفتن به اروپا به سوی مرزهای یونان سرازیر گردند. وزارت داخلی ترکیه روز چهارشنبه 8 مارس اعلام کرد که تصمیم بستن نقاط عبوری مرزی با یونان و بلغاریا از نیمه شب چهارشنبه عملی خواهد شد. ترکیه مانند بسیاری از کشورهای دیگر برای مقابله با ویروس کرونا در روزهای گذشته ارتباطات هوایی خود را با 20 کشور قطع و دستور مسدود کردن مکاتب این کشور را صادر کرده بود. در حالی که حدود 4 میلیون مهاجر عمدتاً سوری در ترکیه به سر می‌برند، انقره در اواخر فوریه تصمیم گرفت مرزهای خود را با یونان و بلغاریا برای مهاجران باز کند. به گفته مقام‌های ترکیه، اتحادیه اروپا با تعهدات مالی توافق سال 2016 درباره مهاجرت عمل نمی‌کند، اما اتحادیه ترکیه را به احمال فشار و استفاده جویی سیاسی از طریق مهاجران متهم می کند. با این حال روز سه‌شنبه آلمان، فرانسه و در یک کنفرانس ویدیویی که نخست وزیر بریتانیا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز در آن شرکت داشتند، برای افزایش امکانات مالی اتحادیه اروپا جهت تامین نیازهای مهاجران در ترکیه اعلام آمادگی کردند. فرانسه در این کنفرانس ویدیویی از اردوغان خواست در ارتباط با بحران مهاجران و روابط این کشور با ناتو و اتحادیه اروپا موقفش را مشخص کند. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید. ویدیو بعدی شما را به خدا یکتا می سپارم. وقت خوش داشته باشید.